حضور پرشور تماشاچیان رنگ و بویی خاص به نخستین روز مسابقات جودوی جایزه بزرگ تاشکند بخشید. چهره برتر مسابقات زنان امروز ماجلیندا کلمندی قهرمان المپیک ریو بود که برتری خود را در وزن منهای 52 کیلوگرم به نمایش گذاشت. او در نیمه نهایی از صد آنا پرز باکس از اسپانیا گذشت و در فینال هم توانست با غلبه بر اولین شاپ از سوئیس نخستین طلا به اردوی تیم کوزوو ببرد. او پس از پیروزی خود میگوید جودو حرفه من نیست، هستی من است. 14 ماهی که مصدوم بودم انگار زندگی نمی کردم. خیلی کارها کردم، اما خوشحال نبودم. اما این مدال طلا برایم خیلی با معناست. در المپیک ریو هم همین احساس را داشتم و برای همین عاشق جودو هستم. آدرین گمبوک از اسلوونی در فینال وزن منهای 66 کیلوگرم با سردار نوراللهوف از ازبکستان روبرو شد و با آنکه حریفش از امتیاز میزبانی و حضور تماشاگران پرشور بهره می برد، توانست بر وی غلبه کند و به مدال طلا برسد. او درباره مسابقه خود می گوید نبرد با حریفانی را که در خانه مبارزه می کنند دوست دارم. امروز هم فضای سالن خیلی خوب بود. حتی انگیزه بیشتری برای مبارزه پیدا کردم و باعث شد همه توانم را رو کنم. مبارزه واقعا سختی بود، اما توانستم سرانجام برنده شوم. از سوی دیگر، گیسترا کراسنیکی توانست با اجرای زیبای فن اوشیگاری بر حریفی از مجارستان غلبه کند و به این ترتیب دومین مدال طلای امروز را به اردوی کوزوو ببرد. اما میزبانان برای مدال طلا به دیاربکر اوروزبهوف چشم دوخته بودند. اما گانبات بولباتار از مغولستان فن اوشیماتای جودوکار ازبک را با اجرای بدل دفاع کرد تا میزبانان این بار هم به نقره قناعت کنند. رضا استول از آلمان در وزن منهای 57 کیلوگرم با پیروزی بر ژاکووا از کوزوو به سومین طلای خود در مسابقات جایزه بزرگ دست یافت. اما زیباترین لحظه ورزشی امروز را شهرام آخادوف از ازبکستان در جدال بر سر مدال برنز رقم زد. اجرای فن کول انداز او سبب شد غریو شادی از تماشاگران ازبک برخیزد.